نخست وزیر آلبانی سه روز قرنطینه کامل در این کشور اعلام کرد. ادیراما روز گذشته گفت از ساعت 5 سی دقیقه بعد از ظهر جمعه تا صبح دوشنبه کشور در قرنطینه کامل خواهد بود. همه در خانه قرنطینه خواهند شد مگر آنهایی که شغل خاصی دارند. وی گفت در وضعیت مثبتی قرار داریم اما اوضاع مثبت معکوس شده است. نخست وزیر آلبانی همچنین اعلام کرد با وجود کاهش برخی محدودیت‌ها که از هفته آینده آغاز می‌شود، دندان پزشکی ها، کافه ها و رستوران ها همچنان بسته خواهند ماند زیرا دولت نمیخواهد در طول بیماری همه کرونا بیش از حد ریسک کند. این مراکز برای انتقال ویروس کرونا بسیار خطرناک قلم داد می شوند. به همین دلیل آنها اجازه باز کردن نخواهند داشت. نخست وزیر آلمانی افسود هیچ کس نمی داند چه زمانی مرزهای بین کشورها باز خواهد شد. ادیراما تاکید کرد به رغم هر سهولت در تحرد داد در شهرستان ها در تیرانا که جمعیت زیادی دارد تسهیل ترددات فقط در مناطق کم جمعیت است که خطر پایین باشد وی خاطر نشان کرد لطفا آگاه باشید و درک کنید که ویروس کرونا به اینجا آمده است تا نگرانی های ما را زیاد کند وزارت به بهداشت آلبانی روز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 34 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند که 18 نفر از آنها در مناسبات دوستی و خانوادگی با یکدیگر بودند یک مقام وزارت بهداشت گفت به رغم افزایش تعداد مبتلایان شناسایی شده شیوع ویروس کرونا در آلبانی تحت کنترل قرار دارد روز شنبه اعلام شد بازنشستگان مجاز هستند که تا ساعت 11 صبح در سطح شهر تردد کنند اما هیچ تجمع بیش از دو نفر مجاز نیست و افراد فقط در حال حرکت مجاز هستند سایرین باید در آپارتمان بمانند زیرا هیچ چیز نه مغازه ها و نه داروخانه ها باز نیستند تیتان کالو متخصص بیماری های افونی هشدار داد موج دوم ویروس کرونا خواهد آمد و بزرگتر خواهد بود ما در برابر یک تهدید هستیم گسترش موارد ابتلا در موج دوم اگر تدریجی و تحت کنترل باشد یعنی از تعداد کسانی که میتوانند توانند معالجه شده و از بیمارستان خارج شوند پیشی نگیرد بیمارستان ها می پاسخگو باشند به همین خاطر ما باید ضوابط و مقررات را اکیدا رعایت کنیم